باشه که یعنی که بر اساس در وهله اول بر اساس یعنی دولت اسرائیل اومد تأسیس شد بر اساس بر حال آنچه انبیا گفته بودن و انبیای یهود انبیایی نبودن فیک باشن، انبیایی بودن که زیربنای فکری جهان توحیدی و یکتاپرستی رو قرار داده، از خود بر حال عیسی یهودی گرفته تا محمد که تحت تاثیر خدیجه که 20 سال زن یهودی خودشه، 20 سال از خودش بزرگتر بوده، و ورقه و نوفل که پسر عموهای خدیجه بودن که تاثیرگذار بودن روی محمد برای اینکه به یکتاپرستی رو در شبه جزیره عربستان بیاد و توسعه بده. آنچه که این دو ادیان یعنی از اون یکتاپرستی از اون انسان مداری یهود بیرون اومدن و به طرف توسعه گرایی، حالا نصفش رو بزنن جهاد یا جنگ های صلیبیون و غیر و اینها، از اون انسان مداری که خداوند ما رو به شکل شمالی یکدیگر آفریده، چه هر نژادی باشیم هر جنسیتی باشیم و غیر و اینها، از اون بیرون اومدن، یعنی که سعی بر این داشتن که به نام الله یا به نام جیزس بیان چیکار بکنن، بیان بردهداری بکنن به نام اونها. الان شما ازشون بپرسید آقا شما اینو می‌خواستیم، میگن نه ما یک تا پرستی می‌خواستیم، انسان مداری می‌خواستیم، ما نمی‌خواستیم که تبدیل قتل و غارت و نمیدونم تجاوز به ناموس دیگران نامشو بزنن جهاد یا جهاد نکاح بگن هر 20 دقیقه یه بار بیان در نمیدونم داعش خانم عوض بکنن. یعنی ببینید تا چه اندازه زیربنای فکری و زیربنای فکری میشه گفت تمدن بشری بر دو چیز عنوان بنا شده، نه فقط یهودیت، بلکه چی ایران باستان، بلکه چی زرتشت، بلکه چی آنچه که داشتیم. ما در اندیشکده کلی برنامه از 2000 تا برنامه تلویزیونی که داشتیم جالب بود، هم هنگامی جشن های یهود و ایران باور نکردنیه. کجا شما پیدا میکنیم چیزی رو که ما جشن نوروز ما با جشن فطیر و جشن آزادی ما یکی باشه، جشن مهرگان ما با هنوکا، جشن نمیدونم سده ما با ایلانود، یعنی شما میبینید یک حالتی که تاثیرگذاری داشتن از نظر همکنشی فرهنگی بر یکدیگر و از همدیگه آموختن، و تنها مسیحای یهود کوروش بزرگه، از این بالاتر دقت میکنی؟ برای همین بحث ما پیمان کوروشیه در قبال پیمان ابراهیم. اینها اومدن پیمان ابراهیم رو بپیش کنن برای اینکه عربها با تمام نادونیشون آمدن گفتن که آقا ما باید دست به کار بشیم. ایران هراسی تا دیروز اسرائیل هراسی بود، الان ایران هراسی بود. چرا؟ برای اینکه لولو خورخوره کردن ایران امروز و رژیم رو. منظور من میگم رژیم یعنی ایران امروز، یعنی ایران امروز منظور چیه؟ جمهوری اسلامی هستش که ولایت فقیه گرفته، آخوندیسم هستش با لومپنیز. اومدن ایران هراسی رو ایجاد کردن و از طریق ایران هراسی سعی بر این داشتن که اینها رو متحد بکنن. اونا به خاطر چشم قشنگ اسرائیلی نیومدن با ما بیان پیمان ابراهیمی رو ببندن. اینا به خاطر هژمونی منطقی از نظر امنیتی، از نظر پدافندی، از نظر فناوری آبیاری، از نظر فناوری های و خورشیدی گرفته و فناوری هایی که مربوط به بهینه ساختن وضعیتی که آنها هست، برای که اینا روی حساب اینی که همیشه نفت نخواهند داشت و نفت هم اصلا دیگه بحث خودش رو دیگه از دست داده و آمریکا براش اهمیت نداره، خاورمیانه دوره بایدن و دوره اوباما در اصل داشتن داعش داشت سر میبرید. حالا بگذاریم جاعش و داعش یکی بودن و از قاسم سلیمانی گرفته تا البغدادی، البغدادی گرفته تا طالبان، طالبان گرفته تا خود به هر حال یکایی که اینهایی که در القاعده بودن، خب میبینیم دست یکایی که اینها در دست یکدیگر بوده که چی بوده؟ یک پوششی بوده برای گلوبالیز که بتونه به امریکا خودش بشه، یعنی بیاد بی ثباتی ایجاد کنه از سر اسلامگرای یا افراطی، از طرف دیگه قدرت رو در پنهان در دست داشته باشه که ما میگیم دولت در سایه و دیپ استیت. همون دیپ استیت هستش که داره چیکار میکنه؟ انتانی ها رو به پای میز محاکمه میکشه سر هیچ و پوچ.
همون دیپ ستیت هستش که دولت در سایه ترامپ رو به کنار کشید، برای اینکه اینش منافع بین المللی و منافع گلوبالیستیش در چی بود؟ برات در خطر بود. از این رو